اگر مثل من عاشق اسفناجی، این آموزش مخصوص توه. بریم با همدیگه یه خورشت آلو اسفناج محشر رو پرطرفدار رو درستش بکنیم. ابتدای کار یه دونه پیاز رنده شده در داخل قابلمه می‌ریزم و تفتش میدم به خاطر اینکه خورشتم لعابدارتر باشه. وقتی که رنگ پیازمون تغییر کرد، بهش زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه می‌کنم. یکی دو دقیقه که ادویه ها رو تفت دادم که بوی خامیش گرفته شد، 400 گرم گوشت رو بهش اضافه می‌کنم. اون رو هم تفتش میدم تا بوی زخم گوشتمون از بین بره. حدوداً 4 تا لیوان بهش اضافه میکنم، بره که برای 2 ساعت بپزه. ممنون میشم تا یادتون نرفته ویدیو رو لایک کنید و اگر عضو کانال من نشدین دکمه سابسکرایب رو فعال کنید. تو این فاصله حدوداً 12-13 عدد آلو رو خیس میکنم تا آماده بشه. 300 گرم اسفناج داریم، میتونید از برگ و ساقه مخلوط استفاده کنید و خوردش میکنیم. لازم نیست خیلی ریز مثل سبزی قرمه سبزی خوردش بکنید. داخل تابه میریزیمش تا آبش کشیده بشه. وقتی آبش تبخیر شد مقداری باید بهش روغن اضافه بکنیم و شروع بکنیم به سرخ کردن اسفناج ها. تایم سرخ کردن اسفناج ها نباید زیاد باشه چون که باعث تلخی خورشتمون میشه. من قبلا طرز تهیه خورشت اسفناج با مرغ رو داخل کانال آپلودش کردم، لینکش رو براتون میذارم. بعد از اینکه گوشتمون تقریبا پخته شد، اسفناج ها رو باید بهش اضافه بکنیم تا اجازه بدیم که بپزه و لعابدار بشه خورشتمون. در قابلمه رو میذاریم و اجازه میدیم یه نیم ساعت دیگه بپزه. حالا وقت اضافه کردن آلو هاست. آلوها رو بهش اضافه میکنیم. زودتر اگر این کار رو بکنید آلوها شکلشون رو از دست میدن. من حدوداً 1.5 قاشق رو به انار رو هم توی آب باز کردم و داخل خورشتم اضافه کردم که سلیقه‌ایه، میتونید از چاشنی آبوره و آبلیمو استفاده بکنید. 1-20 دقیقه آخر در قابلمه رو نمیذارم تا به روغن بیفته. این خورشت نباید آب زیادی داشته باشه، باید غلیظ سرو بشه و فوق‌العاده خوشمزه است. امیدوارم که درستش کنید و در کنار خانواده میل کنید و از خوردنش لذت ببرید. برای اینکه تا انتهای ویدیو منو همراهی کردید ازتون سپاسگزارم.